اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سراپا شکوه سرودی غروری، چنان عشق جاری شکوفنده رودی، از آن سوی کوهت صدای فریدون می آید. کجا می روی کاوه؟ خورشید بیرون می آید. وطن بر بلندای خورشید بیدار، وطن از نسیم سحرگاه سرشار. به یک یا دو یا چند گامی وطن چشم بسته است بر عهد ادبا. در آن بهمن سرد خورشید ز بهمن به اسفند خونین رسید. چه آزادگانی که بر دار دیدی. صدای کریهش هنوزم به گوشم، ما سینه عاشقان را دنگ. و علیرضا نوری‌زاده به شما سلام میکنم. امروز نهم تیر ماه و سیوم ماه شوهر. پایان شوهرم تموم شد و فردا اول ژوئیه خواهد بود یا جولای. این از این آدم هایی که سینه دریدند و ایشون افتخار بهش میکرد، در صدرشون باید به زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار اشاره. و حالا امروز من میزبان دو انسان هستم، یکی همچنان در اون مسیر و راه و دومی هم دور نیست راهش، نزدیک کرد که عشق به ایران تمام وجودش رو پر کرد. امروز مهندس کوروش زعیم که نسل در نسل دنبال آزادی و سرفرازی میهنشون بودن، در کنار جناب منوچهر یزدی، انسانی حقوقدان و پارلمانتاریان، در خدمتشون هستیم و بر پایه تقدم سنی من از منوچهر خان یزدی شروع میکنم. جناب یزدی، در زمانی که انقلاب رخ داد، پانیرانیستا یک موضع خاصی داشتن. یعنی از یه طرف من یادم با زنده‌یاد پزشکپور من یه مصاحبه کردم، در امیدران چاپ شد، خیلی مصاحبه جالبی بود. یه بارم با هم رفتیم خدمت مرحوم آیت الله شریعت مداری و اون ناهار پارک هتل هم هیچ وقت یادم نمیده، چه روز خوشی. پزشکپور در خارج مسیر دیگر مخالفان رژیم رو نرفت، مخالف بود، ولی اون حساسیتی که داشت راجع به ایران، اسم تجاوز خارجی میمد و دخالت خارجی تنش کهیر میزد و بالاخره یه روز به گلوش رسید، دیگه طاقت نداشت و پاشد برگرد. وقتی او آمد، من یادم حتی در زمانی که در بیمارستان بود و ما هر روز خبراشو میدادیم، تلاشش این بود که اون پیوند کهن پانیرانیستا رو برقرار کنه. یعنی در واقع حزب ملت ایران و پانیرانیستا با هم یکی بشن، چون روزگاری هم یکی بودن. میخوام ببینم بعد از درگذشت مرحوم پزشکپور و همینطور ذبح اسلامی داریوش و پروانه نازنین، تشکیلات شما چه کاری کرد؟ آیا هیچ تلاشی شد برای نزدیکی با
یاران کهن کهن روزگار نوجوانیتون و با جبهه ملی، با دوستان حزب ایران، با دوستان حزب ملت ایران کاری کردین در این زمینه یا نمیذاشتن جلوتون رو به کلی گرفته بود؟ بله، من اولا درود دارم به حضور جناب عالی و مهمان عزیزتون جناب آقای مانده زعیم و درودی دارم به ملت ایران. عرض کنم حضورتون پاسخ روشن است آقای نوریزاده. بعد از ظهور انقلاب اسلامی در خاک پاک ایران، اولین ندایی که از سوی رهبری شنیدیم مخالفت با ملیگرایی بود که اعلام کردن ملیگرایی کفر است. خب از پرچم شیر خورشید شروع شد و رسید به پایین دستی ها. به همون ترتیب هم نیروهای رادیکالی که در انقلاب وجود داشتن به سراغ حزب پانیرانیست آمدن. خب جناب عالی اطلاع دارید که دکتر عاملی این آموزگار محترم ناسیونالیسم رو بازداشت کردن و با بهانه های بسیار واهی به شهادت رسوندن. طبیعی است در چنین شرایطی رهبران حزب پانیرانیست مجبور شدن که در اختفا به سر ببرن و تن به مهاجرت از خاک ایران بدن و پانیرانیست در میان خیلی عظیمی از دشمنان قرار گرفت. متاسفانه در همون روزها که آقای پزشکپور عاشقانه به دنبال جمع کردن یاران قدیمی و جدید بود، خب آقای فروهر شادروان در کنار هرم قدرت جمهوری اسلامی قرار داشت و از پله های هواپیما در کنار آقای خمینی پیاده شد. خب این خیلی مایوس کننده بود، گویی که همه امیدوار بودن که آقای خمینی بر اساس وعده‌ای که داده آزادی احزاب، آزادی روزنامه‌ها و جراید و رسانه‌ها باقی باشد. ایشون ادعا داشتن که از اروپا هم بهتر خواهد شد، ولی خب خیلی ها میدونستن که در یک نظام مذهبی اصولاً تصور دموکراسی و آزادی بسیار ساده لوحانه است و اتفاقا همین هم شد و داریوش فروهر فدا و قربانی این ساده لوحی شد و به مسلخ برده شد. طبیعی است که دوستان پانیرانیست تا مدت ها در خفا به سر می بردن، رهبران حزب پانیرانیست بازداشت شدند، ماها در زندان بودند و برخی از این وقتی آزاد شدند باور کنید نصف قامت شده بودند و پیر و شکسته. خب در اون شرایط پیدا بود که حتی فعالیت‌های عادی هم مقدور نبود، تا اینکه به تدریج و آرام آرام خصوص بعد از اینکه اینها فرصت پیدا کردن نیروهای رقیب رو سرکوب کردن که از نهضت آزادی شروع شد و بعد رسید به فدایان اسلام و چریکای فدای خلق و بعد هم مجاهدین خلق و بعد جبهه ملی، بعد از که خیالشون راحت شد که در زمان هاشمی رفسنجانی به یک قدرت سیاسی منحصر دست پیدا کردن، در زمان آقای خاتمی یک فرج حاصل شد و حزب پانیرانیست به خصوص پس از بازگشت سفرپزشکپور شادروان موفق شدیم با جلساتمون رو برقرار بکنیم. با اینکه ازشون خواسته بودن که جلساتی برگزار نشه، ولی دوستان و یاران پانیرانیست به این مسئله توجهی نداشتن و مرتب در منزل شادروان پزشکپور رفت آمد می شد و این رفت آمد ها موکول شد، ترتیب داده شد به دو جلسه روزهای یک شنبه و چهارشنبه که تا پایان حیات پزشکپور این نشست ها ادامه داشت. جناب یزدی اجازه بدید من یک سوالی از جناب زعیم بکنم بعد دوباره برمیگردم خدمت شما. با درود جناب زعیم عزیزم، در خدمتون هستیم و صدای منو دارید آقای زعیم؟ بله، درود به شماتون دارم و درود به جناب دکتر یزدی که برای دوم سوم باری که با هم گفتگو میشیم. جناب زعیم، من شما گفتید از انسان‌های مطلوبی دلان، یعنی همه میخوان با شما صحبت کنه، یه ترتیبی برای اینترنت بدید، یک اینترنت قوی‌تر ضروری است.
به هر روی من خب صحبت کردم اش اینترنت میخرم دیگه، بیشتر از اون نمیتونن تو محله ما واسه کنن. ولی به من 112 گیگابایت میدن، دیروز هم شکایت کردم میگن 128 فقط بدید، ولی پول خب هشمگو میگیره. و آدم الان دارم با... که تو وطنش الان دارم با اینترنت برادرم صحبت میکنم. اسباب تاسف، اسباب تاسف تو ایران آه. که از نظر تعداد دنبال کنندگان اینترنت تو خاورمیانه در درجه اوله. شما میگید یک کلاب هاست درست شد، الان چند تا کلاب باز شد، چند تا ایرانی ها دنبالش رفتن و هر شب ده ها هزار نفر دارن گفتگو میکنن. برود من آخرین باری که با هم صحبت کردیم درباره سامانه ششم و اینکه به هر حال دوباره شما موفق شدید را بندازی، جا بندازی، چه خبر بعد از انتخابات یا در جریان انتخابات چه کردید و بعد از انتخابات چه خبر؟ پیش از انتخابات آقای دکتر، پیش از انتخابات ما پیشبینی می کردیم توی تحلیل هامون که این اتفاق رو خواهد داد. ما پیشبینی کردیم که بیش از 10% شرکت نخواهند کرد و مردم ممکنه بعد از انتخابات به خیابان بریزن. حتی نه خوبی در روند رویدادهایی که رخ خواهد داد. اصلا دو ماه پیش از انتخابات من توی جلسه کوچکی بودم برای کارهای شخصیم، یه نفر به من گفت که آقای رئیسی رئیس جمهور خواهد شد. گفتم چطور؟ ایشون هنوز کاندید نیست که. گفت نه خواهد شد. و فهمیدم که یک زدوبندهای درون نظامی رخ داده و بقیه عروسک تمیشبازی هستن و همینطور هم شد. الان رایی که دادن و مردم به قول آقای خامنه ای حماسه آفریدن، ولی نه حماسه ای که ایشون منظورش بود و تقریبا کامل انتخابات رو تحریم کردن، نرفتن رای بدن. اون که رای دادن مجبور بودن چون شاغل بودن، میترسیدن که از کارشون محروم بشن یا آسیبای اقتصادی بخورن، اونا رای باطل دادن. با وجود این حالا براتون جالبه که اون چه که پیش از این که خود وزارت کشور اون آمار تقلبیشو بده بیرون، چیز خبرگزاری نسیم رأی ها رو تقریبا دو سوم اونچه که اونها اعلام کردن اعلام کرد. بلافاصله بعد از اینکه وزارت کشور اعلام کرد عدد خودشو که 27 میلیون رأی دادن این حرفا و 43 میلیون 27 میلیون برای آقای رئیسی، اینو پاک کردن. بعد از صدا و سیما داشتن مینوشتن تو کامپیوترشون که بیان این کلیپشو مثل که دوزی عکس گرفته بودن و پخش کردن، داشتن مینوشتن فقط 10 میلیون رای برای آقای رئیس و 6 میلیون باطله. بنابراین من هنوز فکر میکنم حتی اون 10 میلیون دروغه. من بیش از 10% رای دهندگان رو نمیتونم باور کنم، چون اونچه که میگذشت در فضای مجازی و در صحبتهایی که ما با افراد زیادی که کنشگر بودن میکردیم و کسایی که به هر حال شاغل بودن، من باور نمیکنم بیش از 10%. و حتی اون 10 میلیونی هم که تو صدا و سیما لو رفت زیاده و 6 میلیون بیشتر رای نده. بنابراین این نشون داد که بله جلب زعیم. یک ویدیو کلیپ هست من پخش کردم، بسیار زیباست، یکی از بهترین چیزهایی که درست کردن. گفتگویی است با آقای رای باطله، یعنی یک گفتگو درست کردن. حالا از همکاران میخوام اینو بیارن که شما هم یه دور ببینیش. آقای رای باطله به عنوان نفر دوم یک گفتگوی باش کردن، بسیار جالب و پرمعناست. برای اولین بار رژیم جمهوری اسلامی ناچار شد بخشی از حقیقت رو بگه. حالا به 4 میلیون بسنده کردن. من نفر اولش میدونم.
حالا با هم نگاه کنیم، با هم نگاه کنیم اینو، برگردیم دوباره ادامه بدیم گفتگومونو. آقای رای باطله. بینندگان عزیز، گفتگوی داریم با آقای آراباطله، یکی از شورافرینان ماسی حضور، دارنده مقام دوم در کسب آرای انتخابات نظام. آقای آراباطله، نظرتون راجع به فرایند انتخابات چیه؟ من خیلی معترضم، حق من خورده شده. چطور مگه؟ اگه به من نصف امکاناتی رو که به بقیه کاندیداها دادن میدادن، الان داشتی با آقای رئیس جمهور آرای باطله مصاحبه میکردی. آخه تو چطور با ادمینن این حرفو میزنی؟ اولا تو خودتی، من شما هستم، با احترام حرف بزن. ثانیا اینکه عدم مشارکت شد اول. از اون که بگذریم، خود رحمانی فضلی اعلام کرد من بعد از رئیسی دوم شدم، یعنی بازم این سنگ پا رضایی رو شکست دادم. همتی و قاضی زاده مشنگ رو هم که نگو، رأیاشون رو روی هم بزنی به من نمیرسن. یعنی همین الان اگه آه مردم اثر کنه و این رئیسی بلا ملای سرش بیاد، من میشم رئیس جمهور. ثانیاً من بی امکانات تا اینجا رسیدم، نه مناظره کردم، نه سفر استانی رفتم، نه چلو کباب دادم، نه رأی خریدم، نه پارتی بازی کردم، نه تو اتاق تجمیع کسی رأی هامو ضرب در پنج کرد، نه پوششی داشتم که به نفعم کنار بره. راست میگی، دارم کم کم طرفدارت میشم. طرفدارتون میشم، با احترام حرف بزن. بله، طرفدارتون میشم. نه، اصلا طرفدارتون شدم. تازه نصف مزایای خودتون رو نگفتین، نه مدرک ساختین، نه دزدی کردین، نه اختلاس، نه رانت دارین، نه آدم کشتین. ملاحظه میفرمایید هنرمندان بازوق ما همونجا سرزب این کلیپ رو ساختن که خیلی هم زیبا و قشنگ. خب جناب منصوری هستی جان. آقای دکتر، من بگم بهتون که چند تا از این کلیپ ها و عکس های گرفته بودند از مرکز رای گیری که یک نفر حدود 5 تا 6 تا 10 تا رای به نام آقای رئیسی تو مشتش داشت، یکی که امضا میکرد اندازه تو صندوق. به همین دلیل من میگم در همین رو. خیلی جالب بود براتون بگم که در مورد آقای محسن رضایی هم ما یک کلیپ دیدیم که یه نفر نشسته بود تند و تند داشت به اسم ایشون رأی می نوشت، یه 50 تا برگه دستش بود. به هر حال انتخابات تموم شد. امروز موج عظیم و بزرگی که در کشور بلند شده مال کارگران نفته، و این ما در تاریخ دیدیم در زمان زنده یاد دکتر محمد مصدق و بعد دوباره در هول هوش انقلاب. اعتصاب کارگران و حرکتی که در صنایع نفت بود کمر رژیم ها رو میشکرد، حتی کمر بیگانه رو. شما جناب آقای یزدی الان با نگاهی که به کارگران دارید تصور میکنید این حرکت ادامه پیدا کنه یا نه دولت با یه کلکی میاد و یه پولی مثلا تدارک میبینه که صدای کارگران غیر ثابت رو خاموش کنه، یا نه این موج ادامه خواهد داشت؟ اینو بعد از جناب زعیم هم خواهم پرسید. به نکته خیلی جالب اشاره فرمودید که اتفاقا این بحثی بود در محافل سیاسی تهران، به این صورت که ببینید اولا سازمان های کارگری در واقع در اسارت قدرت مافیایی تولید کشور هستند. اون چیزی که شبکه تولید رو در همه زمینه‌های اقتصادی و صنعتی داره اداره میکنه یه مافیاست. به علاوه در این کشور ما قوانین کاری داریم، قوانین بیمه داریم، انواع و اقسام قوانین از گذشته تا به حال برای که سامان بده و نظام کارگری رو در اونجا شکل بده و رفاه برای کارگر ایجاد کنه وجود داره. اما مثل سایر قوانین دور زده شده و این در اختیار شبکه بزرگ مافیای مالی کشوره. که حالا این شبکه مافی رو جناب عالی خوب میشناسید و میدونید که منظور من چه کسانی هستن و به چه بخشی از قدرت ها هم گره خوردن. اما چیزی که مورد سوال اینه که چطور یک شبه این اتفاق رخ داده، یعنی از دور و نزدیک شهرهای ایران از عشق تا بهبهان تا یزد تا گشتساران دفعتا به این کمپین پیوستن و در واقع اعلام
اعتراض کارگران اون هم به این سرعت و به این شکل شگفت آوره. اگر از من بخواهید، من میگم چه اتفاق نیکویی، چه بسیار خوب که بخش عظیمی از کارگران ما امروز به این درک و این بینش و این آگاهی رسیدن که سوال کنن چرا سفره ما خالی شده و چرا حقوق نمیگیرن، چرا 4 ماه 5 ماه 6 ماه حقوق دریافت نمیکنن، چرا برخی بیمه نمیشن، چرا بعضیا در محیط کارگری خفقان آور خوزستان تو کمپ ها دارن زندگی میکنن. این سوالات اگر به پاسخ قانع کننده رسیده باشن، این اسمش یک جنبش کارگری است. اما اگر این هدایت شده باشه از سوی نظام که این بخشش رو من شنیدم در تهران که گفتن که آقای رئیسی قرار است که وارد این ماجرا در 2 بخش بشه، یکی در بخش کارگری، یکی در بخش تولید، مثل زمانی که در قوه قضاییه برای بخش تولید وارد شدن و برخی از مسائلشون رو از طریق قوه قهریه حل کردن، در این زمینه هم ورود پیدا کنن و الان یک شورای به نام شورای انرژی نشستن، دارن تدارک و چاره‌جویی میکنن برای این کار. حرف برای این است، یعنی سخن جای این است که اگر دستورش رو اجرا بکنن، اون وقت دارای برگ برنده خواهم بود برای رو کردن به مردم. ولی من زیاد رژیمو ببخشید جناب دکتر، من رژیمو و به خصوص رئیسی رو دارای این اندازه هوش و ذکاوت نمیبینم. به اضافه این که از روزگار کارگران خبر دادیم، شما خودتون اشاره کردید که در خاک عزیز خوزستان ما چه فقر و فلاکتی هست. دیروز یکی برای ما فیلمی فرستاده بود که چندین نوبت هم در گذشته، حتی موقعی که وزیر انرژی رفته بود، این آب کثیفی که داشتن میخوردن، این آب صدها جانور و میکروب و غیره توش بود. واقعا شرم باد که اینا حتی وضوشون رو با این آب نمیگیرن. باری از آقای فروش زعیم عزیز همین سوال رو میکنم. شما در جبهه ملی یک تاریخ بسیار زیبایی در حضور در صنعت نفت و مبارزه، یک بار که برای ملی شدن نفت اون مبارزه درخشان بوده و بعد هم به هر حال جبهه ملی در داخل صنعت نفت طرفدارانی داشته. در اوج قدرت نظام پیشینم در شرکت نفت یه هسته هایی وجود داشت، من خودم آشنا بودم باشون و حتی اداره کار خوزستان که زنده ها دکتر بختیار ریاست شد داشته موقعی، اونجا تمام این کارگرای برجسته درجه اول مال نفت. حالا من از شما سوال میکنم، آیا این بشارت خیری است؟ آیا باید منتظر گسترش این حرکت باشیم یا مثل آقای دکتر یزدی اشاره کردن به بعضی از کسانی که چنین فکر میکنن، نه که خود ایشون بلکه کسانی هستن، شما چه جور فکر میکنید؟ ببینید آقای دکتر، من یه سناریو رو براتون میگم که چه اتفاقی که افتاده باشه. اولا شما میدونید که این صنایع نفت و گاز پتروشیمی همه دولتی بودن، تقریبا همشون دولتی بودن. درست. و این سپردن فرزندانشون و قمرخیشاشون و اینها، این هفته به کارخونه 600 میلیارد فروختن به 6 میلیارد، مثل که تازه پولش هم نداد ولی یارو غارت کرد و فرار کرد، بعد دولت اون گرفت. اینا اومدن همه چی رو غارت کردن، تولیداتشون رو نمیدونیم کی فروخته، به کجا فروخته، پولش کجا رفت، توهیه، پول ندارن برای کارمنداشون، چون همه پول رو این آقازاده ها یا دوستان و خونخیشانی که توی این مافیاهای صنعتی هستن خوردن، پول ندارن به کارگرا. خب کارگرا اعتصاب کردن، حقش، بیمه شون غارت شده، چیز صندوق حقوقشون غارت شده، یعنی ذخیره‌ای ندارن که به اینا بپردازن. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینها کارگرا میرسن تو خیابون، میگن پولمون رو بدید، بیمه‌مون رو بدید، ما نمیتونیم کار کنیم.
دولت وقت مثل فرشته میاد میگه خب من اینها رو پس میگیرم. بنابراین دولت میاد این کارخونه هایی رو که مفت داده به قوم خویشاش و دوستاش و فرزندان مافیای اقتصادی ایران، اینو پس میگیره، ولی توهی پس میگیره، چون اونا قد کردن رفتن خارج با مایه و اتومبیل های چند میلیاردی دارن عشقشون میکنن. حالا میگه حالا دست منه، من میره اسکناس چاپ میکنه، حقوق کارگرها رو میده. بنابراین تورم دوباره میاد بالا، کارگرها رو راضی میکنه، دوباره برمیگردونه در کار، دوباره شروع میکنن تولید. حالا ممکنه این کمدی اگه روشون بشه دوباره تکرار بشه. من رسیدم توی یکی از برنامه ها که پول تولیدات این کارخونه ها رو که فروختن یا مصرف کردن پولش کجا رفت؟ خب هرم چرا بی پوله؟ خب من قول به شما میدم، دولت میاد کارخونه ها رو دولتی میکنه، از خصوصی میگیره، بایی که اینا رو هر قارت کردن و نابود کردن منابع ایران رو از ایران فرار میکنن، بعد میان به بانک مرکزی پول که ندارن میگن ما تحریم هستیم، اسکناس چاپ میکنن، به اینا میدن، راضیشون میکنن، برمیگردن سر کار، دوباره روز از روز زیاد. بله بله درسته کاملا. اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و که شاید بتونن تصویر شما رو جناب مهندس زعیم بهتر بکنن. میدونم اما یه چیزی به نظام میگم، شما میخواین صدای زعیم رو ببندید، صدای یزدی رو ببندید، صدای آزاداندیشان وطن رو ببندید، این صدا به گوش میرسه، باور کنید صداشون رو من به گوش عالم میرسونم، فکر نکنید میتونید صدا رو ببندید. درنگ کوتاه میکنیم، بگذارید از این فضای لحظه بیم بیرون، حدیث عشق و فرشته نازنین بشنویم و یادی هم از پازوکی عزیز رو میشنویم. دوباره این ترانه‌ای که آدم کلافه میکنه، یاد نوجوانی و یاد اون روزگار، یادش بخیر مهندس زعیم و دکتر یزدی عزیز. خب حالا رسیدیم به این نقطه که با این اوضاع و احوال کشور من راجع به یه موضوع بسیار مهم از هر دوی شما که عاشقان ایران هستید میخوام سوال. آقای دکتر یزدی، یه وقتی هم شما هم آقای مهندس زعیم، حزب ایران، حزب ملت ایران، همه اینا روی مسئله افغانستان، تاجیکستان حساسیت داشتن، یعنی اگر ضربه‌ای به اونجا می‌خورد این ضربه رو خودشون تلقی می‌کردن. رژیم جمهوری اسلامی الان داره دست در آغوش طالبان می‌ندازه، طالبانی که در مزار شریف 8 دیپلمات ایرانی رو تکه تکه کرد که حتی فیلمش رو ساختن، و بعد تصرف دختر و پسر شیعه رو مجاز دید. و اینا با چه رویی ملا منصور و ملا حسن و ملا محمد رو میارن توی ایران، زنم بهشون میدن، خونم میدن، اسلحه هم میدن، پولم میدن. و الان که اینا افتادن به جون ملت افغانستان به خاطر حماقت آمریکا با سیاستاش که تو عراق هم این کارو کرد، شما چه ندایی به ملت ایران، به ارتش ایران، به پاسدارای ایران میدید که جلوی این فاجعه رو بگیرن، که رژیم کمک کنه که طالبان بر افغانستان مسلط بشه؟ سوالتون با کی آقای؟ از کدام خدمت آقای دکتر یزدی؟ بله. متاسفانه از خبرهای بسیار بدی که واقعا همه بدیهای دیگر رو تحت شعاع قرار داده، یکیش همین مسئله تصرف شهرهای افغانستان یکی بعد از دیگری به وسیله طالبان، به خصوص دفاعی که مقامات جمهوری اسلامی از طالبان دارن که اینها به قصد شیعه کشی نیومده، اینها تبلیغات امریکا است از این حرفا. اما آقای دکتر نوری‌زاده، من اجازه میخواد که موضوع رو یه خود برش کردونم به عقب. من اینو حماقت آمریکا نمیدونم، من اینو حماقت دیپلماسی مافیای جهانی، یعنی همون گلوبالیسم میدونم، گلوبالیسمی که یک دستش حزب دموکرات آمریکاست، یه پاش در
کنار پوتینه، یه بخشش در کنار چینه، یه بخشش در کنار ملکه بریتانیاست، یه جا اسرائیل. این اجماع جهانی شومی که 50-60 سال شکل گرفته در دنیا و خاورمیانه رو واقعا به روزگار سیاه رسونده، این رو من میبینم. من احساس میکنم که جریان گلوبالیست نه مرز میشناسه، نه ملیت میشناسه، نه برای هویت ها احترامی قائل است، نه برای فرهنگ ملت ها احترامی قائل است. یک شبکه مافیایی مالی است که جز به افزایش قدرت مالی و به قدرت های اقتصادی و سیاسیش به چیزی نمی اندیشه. ببینید الان با این اقدام آقای بایدن نسبت به مذاکرات جمهوری اسلامی، در واقع داره پاس میده جمهوری اسلامی رو به دامن آقای پوتین، و آقای پوتین پاسش خواهد داد به چین. من این رو در یه مقاله توضیح دادم، اصولا حضور آقای رئیسی با این مدیریتی که شد در جریان انتخابات صرفا برای یک دست کردن حاکمیت اسلامی ایرانه. یعنی امروز رسیدن به تشکیل دولت اسلامی. این دولت اسلامی در پی ایجاد یک جامعه اسلامیه. این جامعه اسلامی نگاهش به شرق، نگاهش به طور کلی از غرب دور خواهد کرد. نگاه به شرق یک توطئه است که از طریق گلوبالیسم القا شده، به وجود آمده، تئوریسینش اونها هستن، اجراش در اختیار آقای پوتینه، همون آقای پوتینی که تلاش کرد که آمریکا از برجام خارج بشه، همون آقای پوتینی که به نام دوستی و یگانگی با جمهوری و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران راه های حمله اسرائیل رو در سوریه باز گذاشت به روی روسیه و توطئه‌های بسیاری که ما دیدیم. امروز آقای رئیسی با صراحت میگه ما قرارداد با چین رو عملی خواهیم کرد. قرارداد 25 ساله که آقای روحانی نوشتن و بعد تو شهرش گیر کردن، با مخالفت ملت ایران روبرو شد. آقای رئیسی صراحتا اعلام کردن که ما موسم خواهیم رفت. بنابراین سیاست مشخص رفتن به طرف چین، در واقع بازگشت، ظاهرا بازگشت دنیا به یک سیاست دو قطبی است برای ادامه بحران ها. ولی واقعیت امر اینه که منطقه رو دارن آغشته میکنن به ویروس حکومت های اسلامی که از توش جز بحران عقب مادیگه چیزی دیگری حاصل نخواهد شد و چوبش ملت ایران دوباره خواهد خورد. اجازه بدید من از جناب مهندس کوروش زعیم هم این سوال رو بپرسم. شما ارتباطات وسیعی با افغانستان، با تاجیکستان، با شخصیت های مثل احمد شاه مسعود که من یادم زنده یاد فروهر ارتباط نزدیک باهاش داشت و حتی یه هیئتی رو احمد شاه فرستاد تهران دیدنش. منم که رفتم دیدنش اونجا صحبت همین مسئله بود، همین ارتباطی که با کردها هم داشتن. غرضم اینه که و این جالبه، رژیم بعد از کشتن داریوش اولش گفت اینو کردا کشتن. خیلی جالب بود، داریوش که کردا عاشقانه دوستش داشت. شما چی فکر میکنید این مسئله افغانستان رو و چه کار میشه کرد جلوی این فاجعه گرفته بشه؟ داستان خیلی گسترده تر از این حرفای افغانستان به نظر من. من یه سناریو رو دوباره براتون تعریف میکنم، خودتون داوری کنید. من در مورد افغانستان از روز اول موقعی که احمد شاه مسعود فرستاد نماینده به خونه آقای دکتر صدیقی که بیانیه بدیم در پشتیبانی، اون بیانیه رو اونا نوشته بودن، دکتر صدیقی به من داد، من بازنویسی کردم، 4 نفر امضا کردن، دکتر صدیقی و من و اون نماینده خود احمد شاه مسعود و سلطان‌زاده بله مسلم. بنابراین هیچ کس دیگه جرأت نکرد اون امضا کنه. از اون موقع ما هر اتفاقی بعد در افغانستان رخ میداد بیانیه میدادیم به پشتیبانی مردم افغانستان. اینی که من میبینم، حالا من سناریویی که میبینم براتون تعریف میکنم. فرض کنید که طالبان تمام افغانستان رو بگیرن، فکر میکنید قدم بعدیشون چه خواهد؟ من بلوچستان رو میبینم، یا اون بخشی از خراسان که
اینها ادعا شده. یک چیز دیگه، اولا خود چیز یک از رهبران طالبان چند روز پیش گفت ما درباره این حمله ها کل افغانستان با روسیه و ایران صحبت کردیم، هر دو موافقه. خب اینو داشته باشید همون قرار داشت. کاملا. یعنی این نکته رو میخوام براتون بگم، نقش مخرب پاکستان که یه موقعی در رژیم گذشته ایران قشنگ ایران موفق شده مهارش کنه، یعنی حتی در ماجرای جنگ پاکستان و هند پاکستان زانو میزد جلوی شاه و التماس میکرد و اون شرایط بود که حالا من بعضی از اینها رو از زنده یاد محمود جعفریان شنیدم و بعضی هم از افرادی که در دیپلماسی ایران فعالیت میکردن و به هر حال داستان غریب و عجیبی است نقش این مخرب پاکستان. یادم هست حالا حرف تو حرف میاد، زنده یاد گاندی خطاب به محمد علی جناح گفت آقای جناح، ریاست جمهوری هند مال شما، شما رو ما میذاریم به ریاست جمهوری هندوستان که این مملکت پاره نشه. ولی او چون مأموریت داشت، لورد مونتباتن مأموریت بشه و پاکستان جدا کرد و امروز میبینیم که به کجا رسیده. با آقای دکتر منوچهر یزدی که صحبت میکردم، ایشون اشاره کرد به این که اولین جمهوری اسلامی در بنگلادش درست شد، بعد جمهوری اسلامی پاکستان که قانون اساسیش هم عوض کردن و سراغ ایران هم اومد. ببینید مثلا در موریتانی هم مختار الدداده بعد استقلال گذاشت اسلامی، ولی هیچی اسلامی نیست اونجا، یعنی خیلی همیشه آزاد و یه اسمی گذاشتن رو خودشون و توی افغانستان هم همین کار کردن، ولی عراقی ها زیر بار نرن. و این به نظر من بسیار مهم بود که حتی آقای سیستانی هم گفت نه، لازم نکرده جمهوری اسلامی عراق باشه، چون هر خطایی فردا به پای اسلام می‌نویسه. حالا غرضم اینه که در یه شرایط بسیار حساسی قرار داریم. افغانستان به قول جناب زعیم اگر به چنگ طالبان افتاد، بعدش خراسان تربت جام سیستان هست، مناطق بزرگ از سیستان که مد نظر این هاست، اینها وابستگان آلوده پاکستان هستن که اگه یادتون باشه دکتر نجیب الله اون مرد بزرگ رو رفتن و بهش گفتن امضا کن که مرز چین و پاکستان در مرز چین و افغانستان در اختیار پاکستان باشه برای 99 سال. زیر بار نرفت، اونجور فجیع کشتنی. پاکستان به ایران چشم داره، به بلوچستان ایران چشم داره و نمیدونم این آقایونی که اسم پاسداران و سپاه و غیره گذاشتن ذره همیت و غیرت دارن یا نه. سوالم از شما اینه، نمیخوام سوالی بکنم که فردا پرونده برای شما بشه، ولی واقعا میخوام ازتون بپرسم آیا فکر میکنید همه نیروهای مسلح ایران حاضرن تن به این خفت بدن، حاضرن تن به این خاری بدن؟ جناب در داخل کشور نگاه به شکل اون چیزی که در حاکمیت میگذره نیست. ملت ایران به هر حال در این 40 سال به آگاهی ها و خردورزی هایی رسیده که با ایرانی 40 سال بسیار متفاوت، نمونه هاش بسیار در داخل کشور این نبوده که جمهوری اسلامی هر کار دلش خواسته کرده بر همون سبک و سیاق پیش رفته، علاوه با مشت آهنین پیش رفته، ولی جواب مشت آهنینشو به طور مرتب دیده. اولا ارتش ایران در جایگاه صحیح خودش قرار داره، در یک جایگاهی به عنوان پاسداران میهن ایرانی، ایران زمین مستقر شده، آلوده به مفاسد اقتصادی نشده، آلوده به سیاست روز نشده، از این نعمتها و سفره انقلاب هم برخوردار نشده، یه جایگاه کاملا حمایتی از سوی مردم قرار داره. این که جایگاه ارتش ملت ایران هم عرض کردم به میزان سالها و روزهایی که از انقلاب اسلامی میگذره هرچی جدا پیش رفتیم، جدایی و شکاف بین ملت ایران و بین حاکمیت ایجاد شده.
مردم به خصوص جوانان به رشد و آگاهی خاص رسیدن. امروز از برکت فضای مجازی ما به چیزهایی دست پیدا کردیم که در سابق برامون مقدور نبود. ببینید امروز جوان از یکی از قید و بندهای بسیار بزرگ 1400 ساله عبور کرده. این جریان دینگوریزی و استیتیزی واقعی عجیب غریبی در داخل کشور. این رو هیچ حکومتی قادر نبود در کشور انجام بده، ولی جمهوری اسلامی موفق شد و این کار کرد. بازگشت به تاریخ و هویت ملی در این کشور جدی گرفته شد. امروز کاملا جدی است، کاملا جدی است. جوانای ما کتاب میخونن، مطالعه دارن. فضای مجازی ما انباشته است احترام به هویت و میراث فرهنگی و تاریخی ماست. اینا در کشور داره رشد میکنه. این که من همیشه اظهار خوشبینی کردم برای این است که این ققنوس ها به وجود آمدن، حضور دارن در سال 88، در سال 96، در سال 98 و امروز در نب جمهوری اسلامی و نه در انتخابات کاملا خودشون نشون دادن. آقای میرزاده، یک جریان بطعی بسیار عمیق ولی بسیار خردمندانه در ایران داره پیش میره و این از پدیده های عجیب غریبی است که ما در طول تاریخ نداشتیم که یک ملتی بدون جریان های خارجی، بدون کودتا، بدون داشتن رهبری به یک سلسله آگاهی های رسیده باشه که دولت و حاکمیت مجبور بشه برای فرار از این تنگنای سیاسی متوسل بشه به قدرت های شبیه چین و روسیه و یا طالبان. ممنونم جناب یزدی، دکتر یزدی عزیز. بیام خدمت مهندس کوروش زعیم که یه بار دیگه هم قطع شدیم. بابا رها کنید، مهندس زعیم رو باباش حرف میزنیم. بله صداتون رو داریم و میخوام نظرتونم بپرسم، نگاه شما به ارتش و سپاه. ادامه اون سناریو من نگذارم. شما یادتونه که وقتی ترکیه حمله کرد به قره‌باغ، روسیه اصلا کمک به ارمنستان نکرد، ولی به بهانه اون اومد در پشت ارس اون جاده قره‌باغ و دریای پایگاه نظامی خیلی قدرت بود. از اون طرف ترکیه هم آمد این برای اون برای عرص نزدیک به چیز خودش یک پایگاه نظامی قدرتمند زد، 7000 داعشی رو مستقر کرد. هیچ اصلا جمهوری اسلامی نکرد چی نکرد. اینا قشنگ اونجا نشستن و روسیه هم میدونه که خلیج فارس داره پایگاه نظامی میزنه. خب داره بگم شما خودتون سرنخار به هم وصل. بعد اینها سال پیش به ما یک سیستم دفاعی S-300 رو فروختن، هنوز پولش رو گرفت ولی هنوز عملیات نشد. بعد پارسال یا دو سال پیش یکی به ترکیه فروخت S-400، فوری اون رو عملیاتی کردن. یکی هم فروختن به عربستان، رو فوری عملیاتی کرد. خب خودشون هم میخوان بیان سیستم S-400 میخوان خودشون بیان در خلیج فارس برای پایگاه خودشون عملیاتی بکنه. حالا آقای پوتین هم که صحبت میکرد، لابد شنیدید مصاحبه میکرد توی روسیه راجع به نیروگاه کوشهر، گفت که یک مش احمق و نمیدونم دیوانه حکومت میکنن. ما 22 میلیارد دلار ازشون گرفتیم و نگذاشتیم به چیز اتمیشون دست پیدا کنن. بنابراین این نیروگاه اتمی الان کار نمی کنه کاملا، خیلی کم کار می کنه. بنابراین اینجا شمال روسیه، جنوب روسیه و چین هم آرسی گفتن ما عملیاتی می کنیم. بنابراین جنوب هم چین. شما الان تصور کنید کی در تاریخ مثلا 100 سال پیش کشور ما تقسیم شده بود بین دو قدرت خارجی. هم داره تکرار میشه و دولت جمهوری اسلامی هم هیچ واکنشی نشون نمیده. اردوغان اونجا منتظر فرصته با نیروهای نظامیش
آقای پوتین اونجا باز منتظر فرصت پایگاه نظامی توی پایک آذربایجان، این چه معنی داره؟ جمهوری آذربایجان اونم پشت عرص، یعنی نزدیک در مرز ما. بنابراین یک سناریوی داره صدای آقای زهین باز قطع شد. من بسیار متاسفم که اجازه نمیدم، یعنی به محضی ما پایم صحبت. ولی یه نکته رو بگم آیه دکتر یزدی، شما هم دقت بفرمایید. یکی از دوستان ما آقای پیمان در ترکیه درس میخوند، دوره دکتر، به شدت طرفدار ایرانی بود و علاقمند به وطنش و با بعضی از این صداهای تجزیه مبارزه میکرد. نصف شب ریختن تو خونش تو ترکیه که من لحظه لحظهش رو باهاش بودم، یعنی همون موقع که داشتن میزدنش و میبستن و میبردن، خانمش بیچاره فریاد میزد و ما بودیم. بعدن من داستان رو متوجه شدم که اینا به خصوص آذربایجانی های ایران که میرن اونجا از اینا التزام و تعهد میگیرن برای اینکه بعدن نوکر ترکیه بشن و زمانی که به ترکیه جامعه جهانی اجازه داد بتونن تو تبریز بیان و داستان سلطان سلیم و الباقی اونا رو تکرار بکنن. وقت این رژیم میره به ترکیه گاز میده و اونجور دست و پا قرون صدقش میره، کامیون طلا میفرسته و خلاصه خیلی اسباب تأسفی. یعنی من واقعا ناراحتم از این که میبینم وطن من شده بازیچه دست ترکیه و پاکستان و طالبان. های نوریزاده، اینا حرفشون رو از روزهای آغازین زدن. اینا یک حکومت اسلامگرا و امتگرا هستن. اینا به ملت و سرزمین ایران اهمیتی ندادن و نمیدن و نخواهند داد. تاریخ زندگی و حیات سیاسی اینا از 1400 سال پیش شروع شده، قبل از اونی که اصلا بهش اعتقاد و باوری ندارن، به تمامیت ایران و هویت ایران، به فرهنگ ایران نه احترام گذاشتن نمیذارن. اون چیزی که برای آقایون مهم بوده حفظ نظام بوده. برای حفظ نظام هم دستور عملش رو آقای خمینی صادر کرد که حتی احکام اولیه رو میشه نادیده گرفت برای حفظ نظام. و وقتی احکام اولیه ایدئولوژی اسلامی رو بشه نادیده گرفت، طبیعی است که احکام تاریخی ملت ایران رو هم میشه نادیده گرفت. به این چیزا اصلا فکر نمی کنن. همین قصه ای که الان آیه زعیم فرمودن در مورد قفقاز، واقعا این قصه تلخیست که ما نشستیم و شاهدش هستیم. اصلا آدم نمیتونه باور کنه. به هر حال شما اگه بخواد حکومت کنید، یه جایی به نام ایران رو لازم دارید، یک سرزمین به نام ایران رو لازم دارید، ولی از هان بسته شده دقیقا بر روی حفظ نظام و برای حفظ ایدئولوژی خودشون و لاغیر. و دیگران نمیبینن. و از اون سوی قضیه آقای نوریزاده، استنباط من شخصا اینه که الان در شرایط حاضر آقای خامنه ای به شکلی محاصره شده که نمیتونیم بگیم که این آدم بعد از 30 سال دولت مردی نمیدونه مسائل داخل کشور رو. من فکر میکنم که بسیاری از اطلاعات رو از ایشون پنهان میکنن و نمیذارن بفهمه و خود ایشون رو در یک چارچوب ایدئولوژیکی کاملا مستقر در اونجا نگه داشتن. جناب دکتر یزدی، ما متاسفانه ارتباطمون با مهندس زهیم قطع شد. چقدر من ناراحتم هر بار که با ایشون صحبت میکنیم این ماجرا تکرار میشه. حالا امیدوار بودم حتی با تلفن ایشون رو بگیریم، نشون. ولی ببینید این نکته رو من خدمتون بگم. آقای خامنه ای شخصا بسیار علاقمند به ماهواره، به تلویزیون های ماهواره. من دقیق اطلاع دارم که بهتون میگم. ایشون مرتب برنامه های ماهواره ها رو میبینه، به تحلیل ها گوش میده، جواب میده. یعنی شما در صحبتاش میبینی فلان تحلیل و فلان کس فلان روز کرده، ایشون جواب میده. بنابراین آدمی نیست که بیهوش باشه، ممکنه دور و برش رو گرفته باشن، ولی خود ایشون خبر داره از همه چی. اما متاسفانه این تصمیمی که ایشون داره برای اینکه آقا مشتبه جانشینشون بشه
چشم رو بسته و ایشون دیگه قضای دیگه و مصلحت ملت رو نمیبینه. از نگاه ایشون آقا مشتاق باید بیاد از امت مساله امت حمایت کنه. ولی فرزندان ایران زمین، فرزندانی که در جنگ جهانی دوم پرچم ایران بزرگ واحد رو برافراشتن، اجازه نخواهند داد. ممنونم آقای دکتر یزدی. ما به پایان وقت رسیدیم و از مهندس کوروش زعیمم بسیار پوزش میخوام و متاسفم، گناه ما نبود، از اون ور بود. انشالله به زودی با ایشون هم صحبت خواهم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای دکتر منوچهر یزدی، مهندس کوروش زعیم، از پایه‌گذاران سامانه ششم جبهه ملی، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می‌سپارم.